آقای خرم دیشب در مارلاگو بود در اون جشن آقای ترامپ و تصاویری هم ازش هست. امیدوارم که همکاران بتونن آماده بکنن تصاویر آقای خرم رو در کنار آقای ترامپ بینندگان ببینن. آقای خرم توصیف بکنید که چه شرایط ورشی خودتون دارید و چه گذشت دیشب، چه تجربه بود و چطور میبینید این روند انتخابات رو؟ خیلی متشکرم. سلام از بکنه خدمت شما و بینندگان محترم. من فکر میکنم انتخاباتی که ما دیشب شاهده شدیم یه چیزی بود در تاریخ آمریکا و بلکه در تاریخ دنیا غیر قابل پیشبینی بود و یه چیزیه که فوق العاده استثناییست برای ما جمهوری خواهان که طرفدار آزادی هستیم. یک آرزویی بود که انتظارش میرفتیم و این آرزو به حقیقت پیوست برای ما. توجه کنید این انتخابات نه تنها از طریقه آماری نزدیک بود، بلکه از طریقه اهدافش واقعا باعث تمجیده. دو کاندیدا داشتیم، یک کاندیدایی که میخواست برای موندن در کاخ سفید، برای ادامه موندن و طریقه عمل کردش رئیس جمهور آمریکا بشه، و یه کاندیدایی داشتیم مثل دونالد ترامپ که میخواست رئیس جمهور بشه که زندان نندازنش، که بقیه عمر زندان نباشه. یعنی این تقلایی برای آزادی یک بشر بود و من فکر میکنم رای دهندگان آمریکا اینو تا یه مقداری در نظر گرفته بودن که دقیقه برخورد با پرزیدنت ترامپ غیر عادلانه بوده. و من فکر میکنم بردن کاخ سفید از طریق دونالد ترامپ نشان دهید فقدان برداشت دموکرات ها از نیازهای رای دهندگان آمریکا در مورد مسائل اقتصادی و مسائل اجتماعی هم بود. در صورت ماها که دیشب با پرزیدنت ترامپ بودیم میتونم بگم اون آرزویی که ای خدای متعال داشتیم برامون به حقیقت پیوست. آقای خرم ما باشید، حتما باز با شما صحبت میکنیم. آقای دکتر اکبری خیلی خوش آمدید، محبت کردید واشنگتن هم بودین چند روز و قبول زحمت کردین ساعت اولیه صبح واشنگتن. طبیعتاً برای دموکرات احتمالاً لحظات سختی است. شما امید داشتید که خانم هریس پیروز بشه ولی خب این اتفاق نمیفته، انتخابات بالاخره یه برنده بازنده داره. خودتون فکر میکنید که این نتیجه که تا الان اعلام شده به لحاظ سیاسی چه معنایی داره، این رأی که به آقای دونالد ترامپ و جمهوری خواهان داده شده؟ درود بر شما و درود بر همگان. خیلی خوشحالم، سپاسگزارم از این فرصت را اختیار من گذاشتید که بتوانم مطالب خودم را عرض بکنم. و بایستی بگویم که در واقع این ارتباطی با دموکرات ها نداره. من 46 سال هستش که در آمریکا زندگی میکنم. اولین انتخاباتی رو که شاهدش بودم باخت آقای کارتر بود به آقای ریگن و ما در هیچ دوره تا سال 2016 هرگز دارای هیچ گونه احساسی از نگرانی برای قانون اساسی آمریکا و حکومت قانون و حکومت دموکراسی و تغییر به یک رئیس جمهور به دست جمهور دیگر نداشتیم. تمام این تغییرات معمولاً به صورت صلح‌آمیز بود، نه به معمولاً به صورت رایج صلح‌آمیز بود. در نتیجه این مسئله دموکرات‌ها نیست. آن چیزی که امروز من متوجه هستم و قبل از انتخاباتم بود این بود که ملت آمریکا در واقع دو پاره است. یک پارش طرفدار حزب دموکراته و یک پارش طرفدار آقای ترامپ شده، چون دیگر حزب دموکراتی وجود نداره. در گذشته وقتی یه بخشی هم هستم که البته طرفدار هیچ کدوم نیستن. بله به ظاهر طرفدار هیچ کدوم نیستن. به نظر میاد از همه واکنش‌ها که از همین امروز و در سرمقاله نیویورک تایمز که خوب به هر صورت یکی از نشریات مهم و اصلی جناح لیبرال آمریکا هستش، ما وقتی در 2016 آقای ترامپ برد به خاطر اینکه قانون اساسی را قبول نداشت عملاً و حکومت قانون رو عوض نداشت و ایجاد کیش شخصیت کرد و بی احترامی کرد به نیمی از آمریکا، و وقتی آمریکا رو در اختیار گرفت در 2016 به هیچ وجه نگفت که من رئیس جمهور همه مردم آمریکا هستم. دیشب هم ایشون به این مسئله اشاره چندانی نزد و اگر دقت کنید دیشب هم با این کلام شروع کرد که مطبوعات یا رسانه‌ها دشمن اردوگاه دشمن هست. اینها همه کلام، این کلامی است که ما از آقای خامنه ای در ایران هیچ گونه دچار تعجب نمیشیم که این کلام به کار ببره. در نتیجه امروز روز بسیار تاریک و سیاهی برای آمریکا. از 1800 یعنی از قبل از 1860 همچین اتفاقی در آمریکا نیفتاده. آمریکا با یک دوران بسیار نامعلومی مواجه است. در این دوران نامعلوم آن چیزی که من میتوانم خدمت شما بگم، اگر ترامپ واقعا
میخواد رئیس جمهور آمریکا باشه میباید متکی بر قانون باشه. ایشون بالای قانون نیست. آقای خرم عنوان کردن که ایشون میخواستن زندانی بکنن. به این ترتیبی که آقای خرم دارن عنوان میکنن، من و ایشون و بقیه مهاجرین این کشور باید الان دچار وحشت بشیم که الان بنده که نظرات خودم رو میگم برم بیرون، پس فردا آقای ترامپ منو بگیره. نه خیر، اینجا قوه دادگستری مستقل و مستقل عمل میکنه. اتفاقا یکی از ایرادات اساسی که از آقای بایدن میگیرن این هستش که اقدام نکرد. در واقع آقای رئیس دادگستری آمریکا بسیار ضعیف عمل کرد و کسی رو که علیه دولت قانونی کودتا کرد در 6 ژانویه 2021 عملا آزادش گذاشتن 4 سال. بنابراین این گونه نیست که ایشون میگن. از امروز من اینو میتونم با ضرس قاطع، حتی با گفتگو با راننده تاکسی که امروز میآمدم در اینجا، با آن چیزی که در توییتر از جانب کسانی که به خانم هریس رای داده بودند، یک مقاومت جدیدی در آمریکا آغاز شده و این مقاومت ما امیدواریم با گرفتن کنگره در واقع آزادی در این کشور باقی بمونه. آقای ترامپ مظهر آزادی نیست. آقای ترامپ مظهر ضد آزادیه، ضد لیبرالیسمه، ضد انسانیته، ضد زنه، یک مجرمه و این مجرم نمیشود جز این حقیقت هم چیزی رو گفت. شما آخری مطلب رو با این تمام میکنم. امروز که آمدم اینجا و یکی از همکاران شما من رو اسکورت کرد به اینجا، من یک تابلوی دیدم و در این تابلو این به یاد بود خبرنگارانیه که کشته شدن یا مورد هجوم قرار گرفتن. آقای ترامپ ضد خبرنگارانه. چگونه میشود مثلا من از همیهنان ایرانی امروز دیدم یکیشون نوشته بود که برای شما تذکر دادم که تمام طرفداران خانم هریس کمونیستن، طرفداران حماسن و از این برنامه ها. اگر آقای هریس اگر آقای ترامپ انقدر به آزادی بیان اعتقاد داره، چرا دائما مطبوعات و رسانه‌ها و خبرنگاران رو دارای دشمن خطاب میکنه؟ من فکر میکنم، امیدوارم که مجبور نباشید که این نمایی که در اینجا دارید رو پس فردا بردارید، که یکی از برنامه‌ای که آقای ترامپ داره اینه که هجوم بکشه به تمام بخش اداری آمریکا و همه رو در انقیاد خودش بگیره. یعنی من میخوام به طور کلی آمریکا رو عوض بکنم. ولی مقاومت در آمریکا از امروز صبح شروع شد و ادامه خواهد داد مگر آقای ترامپ قبول بکنه که زیر حکومت قانونه، نه بالای قانون. این چیزیست که آمریکا رو از ایران چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب جدا میکنه.